برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. منابع رسمی حزب الله خبر جان باختن سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان را تایید کردند. این اتفاق در پی حملات سنگین هوایی اسرائیل به جنوب لبنان رخ داد. حملات هوایی اسرائیل که با هدف ضربه زدن به زیرساخت‌های حزب الله انجام شد، موجب جان باختن او و تعداد زیادی از فرماندهان ارشد این گروه شد. خبر جان باختن سید حسن نصرالله به سرعت در منطقه منتشر شد و واکنش‌های گسترده‌ای از سوی هواداران حزب الله و مقامات سیاسی جهان به همراه داشت. تحلیلگران هشدار دادند که این اتفاق می‌تواند به تشدید تنش‌ها و احتمال گسترش درگیری‌های نظامی شدیدتری در منطقه منجر شود. سازمان عفو بین‌الملل از اقدام کشورها برای پاسخگو کردن طالبان به خاطر تبعیض علیه زنان و دختران استقبال کرده و گفته است که جامعه بین‌المللی برای پایان دادن به نقض مداوم حقوق بشر در افغانستان باید تمام راه‌های موجود از جمله روند قضایی در دادگاه بین‌المللی دادگستری را دنبال کند. دبیر کل عفو بین‌الملل گفته است که طالبان زندگی زنان و دختران افغانستان را غیر قابل تحمل کرده و آنان را از همه عرصه‌های زندگی حذف و به طور سیستماتیک حقوقشان را سلب کردند. سازمان بین المللی داوطلبان یا آنچه به اختصار UNV شناخته می شود از کمپین جوانان عراقی برای رویارویی با چالش های تغییرات آب و هوایی در زیارت میلیونی اربعین تشکر و قدردانی کرد. گفتنی است حدود 200 داوطلب و جوان عراقی از طریق اینترنت به منظور مهم جلوه دادن تأثیر تغییرات آب و هوا بر سلامت زائران میلیونی در اربعین حسینی تبلیغ و فعالیت کردند. حجت الاسلام و المسلمین شیخ مصطفی ادیب هندی از وکلای آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در کشور هندوستان و مسئول شبکه ماهواره‌ای خلیج تیوی طی سفر به شهر مقدس قم با معظم الله دیدار و گفتگو کرد. طی این دیدار حجت الاسلام و المسلمین ادیب هندی گزارشی از فعالیت‌های خود و همچنین اوضاع شیعیان و مسلمانان در کشور هندوستان به محضر آیت الله العظمی شیرازی ارائه کرد. وی در این دیدار از توصیه‌های معظم الله در خصوص لزوم گسترش فعالیت‌های دینی و فرهنگی و همچنین صیانت از جوانان در مقابل شبهات و افکار ضاله بهره‌مند شد.